مسابقه ایمان فصل دوم. ایمان چیست؟ من اعتقاد دارم به خدای پدر قادر مطلق. آمین. اعتقادنامه رسولان با این عبارت آغاز می شود: من اعتقاد دارم. اعتقاد داشتن به چه معناست؟ نزدیکترین معنایش ایمان داشتن است. ایمان داشتن به چه معناست؟ در مسیحیت ایمان به قدری مهم و حیاتی است که گاهی مسیحیت ایمان مسیحی نامیده می شود. برای درک مسیحیت باید درک نماییم که اعتقاد داشتن یا ایمان داشتن به چه معناست. معمولا به نظر می رسد که ایمان با عقل یا حواس پنجگانه، یعنی چیزهایی که می توانیم آنها را بچشیم، ببینیم، لمس کنیم، استشمام کنیم و بشنویم، در تضاد است. به بیان دیگر، ایمان معمولا با راه‌های دیگری که برای درک و بینش ما از مسائل وجود دارند در تضاد است. بسیاری معتقدند که ایمان با عقل یا حواس ما مغایرت دارد. بنابراین برای اینکه کسی ایمان واقعی داشته باشد باید بی عقل و بی منطق باشد یا حواس پنجگانه‌اش را کنار بگذارد. اما کتاب مقدس چنین چیزی را تعلیم نمی دهد. ما شاهد هستیم که کتاب مقدس شالوده و زیربنای دانش و معرفت است. هم با عقل و شعور، هم با حواس ما سر و کار دارد. ایمان بر این شالوده بنا شده است. اما از این محدوده نیز فراتر می رود. این شاید عجیب باشد، چرا که بسیاری ایمان را کاملا از دانش و آگاهی جدا می بینند. حالان که اگر ذهن شما قدرت ادراک نداشته باشد، چگونه می توانید به شناختی دست یابید که از جانب خدا برایتان مکشوف می شود؟ یکی از قدیمی ترین اعتقادنامه های مسیحی در کتاب مقدس ثبت شده است. این اعتقادنامه بسیار ساده است. این اعتقادنامه یک اعتراف می باشد: عیسی خداوند است. آمین. می توان این جمله را بر زبان آورد ولی آن را درک نکرد. می توانید این عبارت را تکرار نمایید بدون آنکه مفهوم خداوند را درک کنید. بدون آنکه متوجه باشید فعل است بر چه چیز دلالت دارد. و بدون آنکه بدانید نام عیسی به چه چیزی اشاره می کند. اگر بدون درک این عبارتان را بر زبان آورید، در واقع معنا و مفهومش را تایید نمی کنید و جمله‌ای که به زبان می آورید در واقع اعتراف ایمان شما نیست. بنابراین برای اعتقاد داشتن به انجیل و برای ایمان داشتن به عیسی باید ابتدا دست کم در ذهنتان از پیغام انجیل درک جزئی داشته باشید. مسیحیت ایمان یا آیینی است که کتاب آسمانیش حاوی تعالیم و آموزه هایی است که با فهم و شعور ما سر و کار دارند. اگر چنین بپنداریم که ایمان مقوله ای است که به عقل و شعور میان بر میزند، اصلا معنی نمی دهد که هیچ نوشته الهی در دست داشته باشیم. این مکتوبات الهی به این منظورند که انسانها را متقاعد نمایند. این مکتوبات به انسانها گوش زد می کنند که با عقل و شعورشان به پیغام این نوشته ها توجه کنند. پس ایمانی که بر مبنای کتاب مقدس است یک ایمان کورکورانه نیست. شما با چشمان بسته در مسیر این ایمان قدم نمی گذارید. در واقع کتاب مقدس ما را دعوت می کند تا چشمان خود را
به واقعیت و حقیقت بگشاییم. کتاب مقدس ما را از ظلمت به نور می‌خواند. از سوی دیگر خردمندی صرف باعث نمی‌شود که کسی به انجیل ایمان بیاورد، همانطور که حواس ما نیز به تنهایی نمی‌توانند ما را متقاعد سازند که ایمان بیاوریم. کتاب مقدس ایمان را اینطور تعریف می‌کند. کلام خدا در عبرانیان 11:1 می‌فرماید: ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است، برهان چیزهای نادیده. آمین. ایمان با اموری سر و کار دارد که نمیتوانیم آنها را ببینیم، بشنویم یا لمس کنیم. هیچ کس تا به حال خدا را ندیده است. ما نمیتوانیم بهش را به چشم ببینیم، اما میتوانیم صنعت دست خدا را در خلقتش مشاهده نماییم. مسیحیت آیین مکشوف نیز نامیده میشود. مسیحیان به خدای اعتقاد دارند که خودش را در طبیعت مکشوف نموده است. البته ما به خدایی که سخن گفته است نیز معتقدیم. وقتی در تعریف ایمان به برهان چیزهای نادیده اشاره می کنیم، منظورمان اعتقاد داشتن به خدا و اعتقاد داشتن به چیزی است که در کتاب مقدس برای ما مکشوف نموده است. این اعتقاد ایمانی نامعقول یا ایمانی در تضاد با علم نیست. ایمان مسیحی بر رویدادهای واقعی تاریخی بنا گشته است، رویدادهایی که هم علم هم ادراک ما آنها را تایید می نمایند. بنابراین وقتی یک اعتقادنامه را بازگو می کنیم، وقتی می گوییم من اعتقاد دارم، در اصل اعلام می کنیم که با ادعاهای مسیحیت و کتاب مقدس هم عقیده هستیم. این اعتقاد یک ایمان کورکورانه نیست، بلکه ایمانی زنده و واقعی است. عقل و شعور و تجربه با ایمان کتاب مقدسی هیچ ضدیت ندارند، بلکه این ساده‌لوحی و خرافه پرستی است که با ایمان کتاب مقدسی در تضاد است. این مهم است که در مسیحیت بر مرکزیت ایمان تاکید شود. جنبش پروتستان و اصلاحگرایان در قرن 16 به خاطر همین مقوله ایمان به ظهور رسید. استدلال مارتین لوتر و سایر اصلاحگرایان این بود که ما از طریق ایمان و فقط از طریق ایمان و تنها از طریق ایمان در پیشگاه خدا تبرئه گشته عادل شمرده می شویم. اما این ایمان سوالاتی را به وجود می آورد. چه نوع ایمانی انسان را بی گناه و عادل به حساب می آورد؟ کتاب یعقوب در عهد جدید می فرماید که ایمان بدون عمل مرده است. آمین. چنین ایمانی نمی تواند کسی را رستگار سازد. به گفته لوتر، آن ایمانی که باعث رستگاری می گردد، ایمانی جانبخش و ایمانی زنده است. پس برای اینکه ایمان ما نجات بخش باشد، باید ایمانی زنده باشد. اما این ایمان زنده چه ویژگی هایی دارد؟ رهبران اصلاحگرا تعلیم می دادند که ایمان کتاب مقدسی دست کم 3 ویژگی مشخص دارد. نخستین ویژگی محتوای چیزی است که به آن اعتقاد داریم. صرفاً کافی نیست که خواسته دلتان را باور داشته باشید، هرچند هم آن باور صادقانه و خالصانه باشد. محتوای باوری که باعث رستگاری می‌گردد باید در چارچوب کتاب مقدس باشد. در عهد جدید از محتوای اصلی ایمان نجات بخش با خبر می شویم. آن محتوا این است که مسیح،
پسر خداست، که او تنها منجی است، که او برای گناهان ما جان داد و او از مردگان برخاست. آمین. رسولان مسیح این حقایق را موعظه می نمودند. مردم را فرا می خواندند که به این حقایق ایمان بیاورند. هر کسی ابتدا باید از این حقایق آگاه شود، آنها را درک نماید، بعد آن را باور کند. دومین ویژگی ایمان نجات بخش هم عقیده بودن به لحاظ عقلانی است. این بدین معناست که شما با صحت و درستی یک مقوله موافق باشید. شاید سوال کنم، آیا باور دارید آسمان آبی است؟ در واقع سوالم این است که آیا باور دارید که این یک حقیقت است؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد، یعنی به لحاظ عقلانی هم عقیده با من هستید. مسیحیان اولیه نیز این سوال را مطرح می کردن، آیا باور دارید عیسی پسر خداست؟ پاسخ عده منفی و پاسخ عده مثبت بود. اما پاسخ مثبت نشانه ایمان نجات بخش نیست. یادمان باشد که کتاب مقدس می فرماید دیوها نیز هویت عیسی را تشخیص می دادند و می دانستند که او پسر خداست. اکنون سومین ویژگی ایمان نجات بخش مطرح می گردد. این ویژگی مستلزم اعتماد شخصی یا قبول کردن می باشد. شما نه تنها می دانید که کتاب مقدس ادعا می کند عیسی پسر خداست، بلکه باور دارید که این ادعا حقیقت است، درست است و علاوه بر آن این ادعا را می پذیرید. شما با شادمانی عیسی را همان کسی که هست می بینید، مسرورانه به او اعتماد می کنید. کسی که به مسیح ایمان دارد و آن ایمان باعث رستگاریش می گردد، قبلن با مسیح بیگانه و دشمن بوده است. اما اکنون مسیح را دوست دارد، او را می ستاید. وقتی کسی میگوید من اعتقاد دارم، به این معناست که با دل و جان و تمام ارادش پیروزی و ظفر مسیح را قبول دارد. اعتقادنامه یعنی همین. ما فقط به صرف اینکه فکر میکنیم اعتقادنامه درست است، آن را بر زبان نمیآوریم. ایمان فراتر از دانش یا توافق عقلانی است و البته که دانش و توافق عقلانی نیز لازمه آن ایمان می باشد.